به این صدا با دقت گوش کن. خیلی خوبه. امروز میخوایم با هم یه پاستای متفاوت و لذیذ یاد بگیریم. پس لطفاً این ویدیو لایک کن و اگه تازه منو میبینی سابسکرایب کن و بریم سراغش. یه دونه پیاز از وسط برش میدم. یه برش افقی و چند تا عمودی. حالا به راحتی پیاز نگینی ریز میشه. اینجوری. پیازا رو میریزم توی ظرف دیگه. خیلی خوبه. میریم سراغ فلفل دلمه‌ای. مطمئنم فلفل دلمه‌ای سبز خیلی طعم بهتری داره. ولی من دوست داشتم رنگی استفاده کنم به خاطر رنگ خوشگلش. از سمت داخلشون برش میدم. اینجوری راحت‌تره و نگینی ریز میکنم. بریم روی اجاق گاز. یه تابه میذارم تا داغ بشه. کمی روغن میریزم. تموم شده تقریبا روغن من. حالا گوشت 250 گرم مخلوط گوساله و گوسفند. طعم خیلی بهتری داره. با کفگیر شروع میکنم به باز کردن بافت گوشت. همینجور که هم میزنم رنگ گوشتم تغییر میکنه. حالا نوبت اضافه کردن پیاز و فلفل دلمه ای. ما یاد گرفتیم همیشه اول پیاز رو تف بدیم و بعدش گوشت رو اضافه کنیم. منتها تو این روش خیلی طعم بهتری میگیره و مخصوصا اگر اینکه بخوای اون بوی بد گوشت گرفته بشه توی غذا. تقریبا 7 8 دقیقه تفتشون میدیم با هم. پیاز و فلفل دلمه ای که کاملا نرم شد، نوبت اضافه کردن پاپریکاس، پودر گوجه، فلفل سیاه، فلفل قرمز، زردچوبه و یه مقداری آب. نیاز داریم که ادویه‌ها رو تف بدیم کمی. تقریبا 2-3 دقیقه. بعد از اینکه حسابی رنگ ادویه‌ها باز شد، میریم سراغ اضافه کردن نمک. و تو همین مرحله ربعم بهش اضافه میکنم. تقریبا یه قاشق غذاخوری. برای باز شدن رب از همون آب جوش اضافه میکنم. اینجوری رنگ رب خیلی آسان‌تر باز میشه و خوش رنگ میشه. بعد از اینکه رب با وسط تابه تفت دادم، با گوشت مخلوطش میکنم. دوباره یه مقداری آب. درشو میذارم تا نیم ساعت با آرومی بپزه. بعد از گذشت نیم ساعت زیرشو خاموش میکنم، میذارم مخلوطمون سرد شه. بریم سراغ پاستا. یه قابلمه آب میذارم به جوش که اومد. بهش نمک میزنم. روغن زیتون و زردچوبه که رنگ پاستامون سفید نشه. اینم جامبو شلز از برند زرماکارون. هر برندی پیدا کردی میتونی بخری. مهم اینه که جامبو شلزاش توی پاکت نشکسته باشه و سالم باشه. اضافهش میکنم به قابلمه. یه 12 دقیقه بهش فرصت میدم. برای تست این که پخته یا نه، یه قاشق میزنم به جامبو شلزا و اگه کاملا نرمه دیگه وقت آبکش کردنشه. با آب سردم میشورمش. میزنم خوشه. برای درست کردن این اسنک خوشمزه یه جامبو شلز رو برمیدارم، داخلش از گوش پر میکنم. حالا روی گوشت یه مقدار کوچولو پنیر پیتزا، یه دونه جامبو شلز تقریبا بزرگتر از اونو میکشم روش. به دست من با دقت نگاه کن. میچینمش توی ظرف دیگه. دوباره یه جامبو شلز گوشت به آرومی فشار میدم. یه مقداری پنیر، یه جامبو شلز تقریبا بزرگتر روش. به همین راحتی میچینم تو ظرف مخصوص فر. با یه مقدار روغن زیتون روشون رو براش میکنم تا ترتر بشه توی فر. بره توی فر 200 درجه به مدت 15. بعد از این مدت این میشه نتیجه کار. نگاه کن.
سس باربیکیو و تمومه. ممنون که ویدیو دیدی و ممنون که لایک کردی. خیلی مخلصم.